اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من میشتم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. یک لحظه می تواند تاریخ را دوباره محرر کند. تا لحظه طلوع بنیان زندگی، بیداری و شکفتن، تاریخ می تواند یک لحظه عشق باشد. یک لحظه می تواند خورشید پرواز سبز آزادی را بر میهن اسیرم جاری کند. یک لحظه میتوانی پرواز را از بام میهنم البرز تا بستر خلیج همیشه فارس همراه و همسفر باشی. این لعنت 40 ساله میپوکد و روز دلنشین رهایی آغاز می شود. تهران دوباره بستر آواز می شود. تار شکفته در دستش، یک سو یا حقی و بدیعی و روحانی سرشار از ترانه دیروزند، آوازخوان پیروزی را فریاد می زنند. عهدیه می رسد، مرزی بال سبز تاووسی را پرواز می دهد. دلکش با حافظ از گذشته سخن می گوید و ما نسل‌های چندان عاشق امروز را به فردا پیوند می دهیم. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 12 دی‌ماه، دوم ماه ژانویه، دومین روز از سال نو میلادی. و عجب سالی بود، عجب سالی بود. من عراق رو نگاه میکنم لحظه لحظه و میبینم این مردم با چه قدرتی، با چه اقتداری مرگ بر استبداد سر دادن، مرگ بر ولایت فقیه. با مردم حرف میزنه. آقا چی میگه؟ آقا برای اینکه اینا دروغه، فریبه، اینا ما را فریب دادن، به ما دروغ گفتن، اینا استقلال کشور ما را گرفتن. ما امروز در واقع 1 ساعت برنامه من دیر شد. برنامه زنده بود، با مهمان عزیزم دکتر سازگارا بود. برنامه بلل فنی و مشکلاتی که پیش اومد 1 ساعت تأخیر توش افتاد. البته تو لوپ دوم اینا سر موقع خواهد بود، ولی بچه‌ها میگفتن آقا تکراری دیروز رو بریم. من برنامه تکراری رو توهین به شما میدونم. اگر یه وقتی هم چنین اجباری پیدا کردم، بدونید خیلی اجبار بوده. من اصلا برنامه تکراری دوست ندارم و معتقدم شما نشستید که بنده بیام اینجا با آقای دکتر سازگارا با دوستان دیگر به شما بگم آخرین تحولات چیه، بعد بیام بگم بله بفرمایید برنامه دیروز رو گوش بدید. نمیشه همچه چیزی. کلی هم امروز حرف داریم، کلی امروز صحبت داریم.
اجازه بدید ضمن سلام به دکتر سازگاره عزیزم اول از او خواهش کنم یک گزارشی بده از واشنگتنشون چه خبره. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. به نظرم در هفته‌ای که گذشت، آخرین روزهای سال، مهمترین واقعی که در واشنگتن هم اومد به صدر خبرها و توجه رو حتی از استیضاح آقای ترامپ هم بیشتر جلب کرد، مسئله اتفاقاتی بود که در عراق افتاد. یعنی همینطور که خب شما هم لحظه به لحظه دنبال کردید و پوشش دادید، بعد از این که بیش از 11 بار به گفته آقای پومپیو نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی، امثال همین کتایب حزب الله و سایر گروه‌هایی که در هشت شعبی هستند، کاتیوشا و راکت به سمت پایگاه‌های پرتاب کرده بودند که این پایگاه‌ها توش آمریکایی‌ها بودند. حتی یک بار در پایگاه حومه بغداد من در واشنگتن شنیدم که موشک در واقع تا 200 میلیمتری پرتاب کردن که یک ساختمون 4-5 طبقه رو میخوابونه زمین و خوشبختانه این موشک به ساختمان نخورده بود، اطراف با فاصله بهش زمین خورده بود، مزالک چند نفر زخمی شدن و اگر نه شاید متجاوز از 100 نفر مثلا کشته میشدن در اون حمله. اما نهایتاً یک بعد از اینکه سی کاتیوشا در واقع به پایگاه K1 یا K1 در کرکوک پرتاب شد، یک امریکایی که پیمانکار هم بود، نظامی نبود، کشته شد و تعدادی هم البته زخمی شدن، امریکایی و غیر امریکایی. این ماجرا در واشنگتن آقای دکتر نوری‌زاده خط قرمزه. یعنی چه آقای ترامپ در آفیس باشه، در کاخ سفید باشه، چه آقای اوباما، اینجا یک قرار ننوشته است. هر دو حزب فشار خواهند آورد، مطبوعات فشار خواهند آورد که اگر امریکایی در هر جای دنیا کشته بشه باید حکومت تلافی کنه، مگر اینکه حالا شرایط خاصی باشه یا مطلعی باشه. ولی با عملیات نظامی یا تروریستی، حتی امریکایی ها این رو در مورد قاچاقچی ها هم اعمال میکنن، در مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر امریکا که در مکزیک و خیلی کشورهای آمریکای لاتین هستن، اگر قاچاقچی ها یه وقت از امریکایی ها بکشن به شدت تلافی میکنن. در عراق وقتی این اتفاق افتاد معلوم بود که امریکا تلافی خواهد کرد. امریکایی ها سنگین هم تلافی کردن. روش پنتاگونه که اگر 5 تا مثلا 50 تا موشک کافیه 500 تا میزنه و با دوز بالا خلاصه تلافی میکنه. به 5 پایگاه حمله کردن هواپیماهای F-15 امریکایی ها که این 3 تاش در عراق بود، 2 تاش در سوریه ولی مرز عراق بود، که مجموعاً دست کم به گفته خبرگزاری ها 25 نفر از همین کتایب حزب الله کشته شدند، بیش از 50 نفر زخمی شدند که در بین اونها 4 نفر هم در رده های فرماندهی بودند. البته العربیه رسانه ای بود که گفت 41 نفر هم از ایرانی ها در این پایگاه ها کشته شدند، ولی به هر صورت از قول خبرنگار خودش هم این حمله مقامات امریکایی، 3 تا مقام ارشدش هم بلافاصله مصاحبه کردند، وزیر دفاع، وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش امریکا، از منزل آقای جایی که آقای ترامپ برای تعطیلات به فلوریدا رفته بود بیرون اومدن، همونجا مصاحبه کردند، ایشون هم در جریان گذاشتند و اجازهش رو هم گرفتند برای اینکه اگر ایران دست به تلافی زد سنگین‌تر تلافی. دکتر سازگارا ببخشید، برای که قضیه روشن‌تر بشه برای بینندگان ما که دارن برنامه رو مشاهده میکنن، در مرز بین سوریه و عراق در اون منطقه بوکمال
آمریکایی‌ها یه پایگاه بسیار بزرگی دارن که بعضی از گزارش حاکی از اینه که تا 5-6 هزار نظامی رنجر مرینز در اونجا مستقر هستن، همینطور هواپیما و هلیکوپتر. در 60 کیلومتری یا 50 کیلومتری اونجا پایگاه های 8 شبی هم اونجا هست، از جمله پایگاه حزب الله و اصحاب اهل حق. آمریکایی‌ها به دفعات به دولت عراق هشدار دادن که اگر از جانب 8 شبی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تعرضی به پایگاه های مشترک آمریکا و عراق صورت بگیره، آمریکا جبران خواهد کرد و حتی اعلام کردن که خواستار اخراج تمام این گروه ها، حزب الله، 8 شبی و این دار و دسته هادی العامری و ابو مهدی المهندس از اونجا خواهند شد. ظاهرا جمهوری اسلامی این تهدیدها رو جدی نگرفته. اینجاست که گریبان خودش رو گرفتن و متهمش کردن که در پس پرده همه این بازی‌ها جمهوری ولایت فقیه بله. حضور داره. من بله. این توضیح رو فقط دادم برای اینکه برای مردم روشن بشه چرا آمریکا این عصبانیت رو داره و این موضع رو گرفته. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، من اجازه بدید قبل از اینکه از این سمت برم جلو، برم از تهران، چون شما واشنگتن بودید، من از تهران هم خبرهایی که دارم این است که جمهوری اسلامی اتفاقاتی که در عراق و لبنان و خود ایران در آبان ماه افتاده، باورش این است که سعودی ها، اسرائیلی ها و امریکایی ها پشتش هستن، به خصوص توی لبنان و عراق. در خود ایران کمتر، حالا تبلیغات رسمیشون رو بذاریم کنار که میگن مسخره، در واقع میگن یه ده خارج اومده مردم کشتن رفتن ما نکشتیم و اینها، اینا که خودشون هم باور نمیکنن. ولی به خصوص در لبنان و عراق معتقدند که این پشت این نارضایتی های مردم به هر حال سعودی ها و امریکایی ها هم هستند، که باز هم به نظر من اشتباه میکنم، ولی به هر حال تحلیلشون. در تهران برنامهشون بر این است که به چند دلیل برای نیروهای امریکا در منطقه به دست عواملشون ناامنی ایجاد کنه. یکی این که نشون بدن که اگر در عراق یا لبنان یا یمن یا سوریه یا جای دیگه ای بخوان دست جمهوری اسلامی رو کوتاه کنن، واکنش نشون میدن و برای آمریکا دردسر درست میکنن. نکته دوم این است که در ایران حواس ها رو متوجه جبهه در واقع بگن که یک به اصطلاح فرافکنی بکنن، یک فرافکنی که بگن که در جبهه خارجی داریم ما میجنگیم و موج ضد آمریکایی رو هم بلکه بتونن راه بندازن زیر اون قرار بگیرن. دلیل سومش که این کار رو دارن میکنن این است که اینها از استان الانبار نفت به سوریه میدن و هم دولت عراق در جریانه، هم سوریه میدونه، هم ایران و 8 شعبی کمک میکنه. از دست کم 3 میدان نفتی نفت میفرستن برای سوریه که سخت محتاج راه دیگه خیلی محدود و بسته است. این رو هم میخوان که در شمال و مرکز عراق کارهایی رو بکنن که اونجا یه مقداری آسوده باشه. البته این خیلی فرعی تره. این تصمیمات در واقع جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای صحبت که روز چهارشنبه دیروز کرد، در واقع سرش رو کرده زیر برد مثل کپک و میگه که ما نکردیم، اگر ما بکنیم هم صراحتا میگیم و بعدم آمریکا اصلا غلط میکنه میگه ما کردیم. ببینید این حرفا حرف نابخردانه است. آمریکا هم که با این همه دستگاه اطلاعاتی و امکاناتی که داره به این سادگی سرش کلا نمیره که تو اون منطقه دنیا که حضور داره و بعدم هم متحدینش کمکش میکنن مثل اسرائیل و سعودی و اردن و غیره و غیره. به خوبی میداند واشنگتن که
جمهوری اسلامی یک چنین استراتژی داره و برای امریکا میخواد دردسر درست کنه، از افغانستان تا یمن، از لبنان تا عراق. به همین دلیل هم از همون لحظه‌ای که کاتیوشا خورد به در پایگاه کیوان و یک امریکایی کشته شد، نه فقط دولت امریکا، تمام مطبوعات امریکا، یعنی مطبوعات چپ و راست فرقی نمی‌کرد، همه هر وقت گفتن از کتائب حزب الله عراق، گفتن نیرویی که توسط ایران پشتیبانی میشه و ایران این برنامه رو ریخته. یعنی حتی یک مورد من ندیدم یک کسی بیاد بگه که، حتی اینایی که سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزنن گاهی توی این روزنامه نگارای امریکایی، من یکیشون ندیدم بیاد شک بکنه توی این، بگه نه ایران نیست. برای اینکه فضا یک فضای سر واشنگتن بر اساس اطلاعاتی که بالاخره خبرنگارا هم از ده ها کانال خبر میگیرن، اگر هم دولت رو رسما قبول نداشته باشن، مثلا مخالفین دولت ترامپ، بنابراین این رو هیچ کس باور نکرد و تمام انگشت اتهام به سوی تهران، به سوی آقای خامنه ای، به سوی نیروی قدس سپاه، و این طور رو به رو در رو در واقع ایستادن. این رو هم من بگم، شدیداً جمهوری اسلامی دستور اکید داده به نیروهای قدس و حتی اونهایی که ایرانیان تو این کشور هستن، که در هیچ کدوم از این آمریکایی آزاری هایی که میکنن مطلقاً هیچ ایرانی نباید باشه، برای اینکه نگران همین هم هستند که این به اصطلاح بیاد بیرون و روشن‌تر دست ایرانی ها باشه، در حالی که عرض کردم چه مستقیماً ایرانی باشه در آمریکای آزاری چه نباشه، دنیا صاف دستشو گذاشته و میگه که این هشت شعبی و نمیدونم حزب الله اینا، اینا یعنی جمهوری اسلامی، یعنی تهران، یعنی نیروی قدس، بنابراین او باید پاسخگو باشه. آقای ترامپ توییت کرد گفت مسئولیت هر جون یا خسارتی که بخوره ایران، به تو کاملا ایران مسئول و ما ایران رو مسئول میدونیم. بعدم شدیداً عنوان کرد که این هشدار نیست، تهدیده، من دارم تهدید میکنم ایران رو. موسوی ها هم همین رو، همین موضع رو وزیر دفاعشون گرفت، یعنی اروپایی ها هم جمهوری اسلامی رو مسئول دونستن و به هیچ وجه سرشون رو بر نگردوندن بگن حالا مثلا از تو عراق یکی بوده یا مثلا خودتر بوده، از این حرفا گاهی میزد. ولی دکتر سازگاراب، بنده و جنابالی میشینیم تحلیل میکنیم این کار جمهوری اسلامی چه هدفی رو داره، چه چیزی رو نصیب آقای سید علی خامنه‌ای خواهد کرد جز نفرت بیشتر، جز فشار. یعنی من هرچی حساب میکنم حمله کردن به یه پایگاه آمریکایی که خود اینا آگاهن که چقدر قدرتمنده و چطور میتونه لهشون بکنه، نه اعتبارشونو نزد مردم عراق بالا میبره که متنفرن از اینا، اصلا دلشون نمیخواد اینا یه لحظه اونجا باشه. چرا این کارو میکنه خامنه‌ای؟ ببینید، عرض کردم اولا جمهوری اسلامی با این فعالیت ها هنوز اون قطار کهنه رو روی همون ریل زنگ زده داره راه میبره. اینکه یک حکومت ایدئولوژیکه، یک حکومتی است که آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش کماکان ایدئولوژی انقلابی ضد آمریکایی دارن. امیدواره که با این به اصطلاح تمپر و فشار و هوای به اصطلاح داغ کردن فضای ضد امریکایی، هم نیروهای طرفدار خودش رو متحد کنه که الان مسئله دارن نسبت به کارهای حکومت، ریزش کردن، حتی اصولگراها 50-50 نامه امضا میکنن و انتقاد میکنن تو جلسات خصوصی که خیلی باب انتقاد بازه. هم تو منطقه فکر میکنه که مثلا در عراق یک نیروهای ضد آمریکایی رو میتونه باز بسیج کنه و بیاره به میدون و این فشار افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به فشار افکار عمومی علیه امریکا.
و اسمش هم بذاره مردم. ببینید همین 2000 نفری که با هماهنگی آدم‌های امنیتی عراق در دولت عراق متأسفانه باید گفت تونستن وارد منطقه سبز بشن، وگرنه کنترل میکنن، کسی نمیتونه وارد منطقه سبز بغداد بشه. و رفتن رسیدن به سفارت آمریکا، همه دنیا اعلام کردن، اول همه آمریکایی‌ها اعلام کردن که آقا این 2000 تا آدم که اونجا جمع شدن همه اعضای اشب شبیه، در واقع همون شبه نظامیان حالا غیر مسلح اومدن و اونجا نشستن به عنوان اعتراض و به عنوان مردم. اینا مردم نیستن، اینا مزدورای ایرانن اومدن. جمهوری اسلامی امیدواره که اولا با این کار هم طرفداران خودش در ایران و هم در عراق و لبنان و این کشورها یک عده موج به اصطلاح ضد آمریکایی درست کنه و فشار رو خودش برداره. موضوعی که به نظرم شما به درستی میگید نمیگیره تو این کشورها، یعنی اینجور نیست که مثلا سال دهه 60 میلادی باشه که سیطره چپ در دنیا بود، چه از آمریکای لاتین تا چین و روسیه و شوروی و اروپای شرقی و غربی، و شما بیایید مثلا موج ضد آمریکایی درست بکنی، هزاران نفر بیان تظاهرات. اصلا دنیا عوض شده. به همین دلیل من میگم اون قطار زنگ زده روی همون ریلای کهنه آقای خامنه ای راه میبره، شبیه برژنف در شوروی که 18 سال همون مسیرهای کهنه رفت تا اونجایی که پیچ و مهره اون قطار و ریل از هم واره. نکته دوم عرض کردم، جمهوری اسلامی با این کار میخواد به امریکا بگه که اگه منو تحریم کردی نفتمو به صفر رسوندی، حالا یا مثلا 120 هزار بشکه در روز، و اقتصادمو قفل کردی، منم دست پابسته نیستم، میتونم برات دردسر درست کنم. این بر اساس اون استراتژی کلانی است که از زمان حمله زمان آقای جورج بوش به افغانستان و بعد عراق همواره جمهوری اسلامی دنبال کرده، که امیدواره انقدر دردسر برای آمریکا درست کنه که و امریکا نیروهاش از منطقه ببره. خب دیدیم در تمام این سالیان، حتی اگر آقای اوباما یک دوره از عراق نیروهای امریکا رو برد، بلافاصله همه بهش انتقاد کردن و نه فقط برگشت، همین کار اخیر جمهوری اسلامی و این آدمایی که فرستاد دور سفارت امریکا باعث شد امریکا، پنتاگون دستور داده از کویت 5000 تفنگدار دریایی اعزام بشن به عراق، اون لشکر 84 که خیلی هم معروفه برای این کارا، و 3700 تا اضافه از کارولینای شمالی در واقع نیرو فرستادن بره به کویت پس دست داشته باشن و یعنی حضور امریکا در عراق پررنگ‌تر و مفصل‌تر شد و همین هم باعث شد که اشتو شبیه اطلاعیه داد که میریم حالا بیرون دیگه، میریم. حتی دولت عراق هم بهشون گفته، برای اینکه دیدن امریکا نه فقط جان زده سفارت رو تخلیه کنه، بلکه نیروی مفصل فرستاده و آماده است که اگر این نیروها نرن باشون درگیر شه. کاری هم نداره برای تفنگدارای دریایی امریکا که پشتیبانی هوایی و هلیکوپتر هم داشته باشن، این 2000 تا همشون مسلح هم که باشن باشون درگیر بشن و نابودشون بکنه. بنابراین میخوام بگم این محور هم جمهوری اسلامی امیدواره که با دردسرهایی که درست میکنه فشار دولت ترامپ رو کم کنه و دست کم بتونه کارتی داشته باشه برای سر میز مذاکره. و یه دلیل دیگه هم فرافکنی که میخواد در داخل ایران بکنه، باز هم امیدواره که با دردسرهایی که در خارج درست میشه و فضای مثلا درگیری با آمریکا و عربستان و اسرائیل و غیره بتونه مردم رو پشت سر خودش بیاره. موضوعی که خب به نظر من این محاسبه هم درست نیست، برای اینکه مردم ما هر وقت فرصت پیدا میکنن پاشون رو تو خیابون میذارن، یکی از محوری ترین شعارهاشون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یا سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن، آمریکا دروغ میگن، آمریکا دشمن ما همینجاست. یعنی مردم هم عبور کردن از اون ایدئولوژی 1979 سال 57 و مدت ها هم هست عبور کردن، به خصوص نسل جوان. نسل ما ممکنه یه خاطره ای مثلا داره، یا هنوز عناصری مثلا دنبال 28 مرداد میگردن، آمریکا اینجوری کرد، یا فضای جنگ سرد تو سرشون مثل خود همین آقای خامنه‌ای.
که رو هم از این 8 میلیونی که از نسل ما زنده مونده شاید 800 هزار تاشون اینجوری نباشه. مملکت که اصلا آدمهای دیگه، جوانان دیگه آمدن و اصلا براشون مهم نیست این چیزا، دنیای دیگه است، دنیای جهانی شده است که دیگه این حرفا رنگی نداره، خریداری نداره. و ضمن این که مردم به روشنی هم میگن، میگن آقا ما یعنی چی داری میری با همه دنیا، از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان، شاخ تو شاخ میشی، دعوا درست میکنی، جنگ درست میکنی، بعد سفره ما روز به روز خالی تر میشه، دردسر و بدبختیمون بیشتر میشه، یه دونه هوای تهران رو نمیتونی درست کنی که 8 روز پایتخت مملکت باید تعطیل بشه، دو تا سازگارم آب رو نمیتونی درست کنی. میرسیم به اون نقطه که در واقع بنبست کامل رژیم جمهوری اسلامی، A total failure، و به نوعی رژیم ورشکسته به تقصیر. اینجاست که میایم میگیم خب همه مشکلات رو میدونیم، مشکلات بیرونی و داخلی رو میدونیم، حالا کارهایی که ما باید بکنیم چیه؟ اجازه بده یه درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم و این باقی مانده وقتمون رو واقعا راجع به این بگذاریم. مردم انتظار دارن از ما بیان کنیم که ما چه جور دنیا رو میبینیم و چه جور فکر میکنیم این جنبش به پیروزی برسه. با ما باشید. میرهم از خیش و میمانم ز خیش، هرچه بر جا مانده ویران میشود، روح من چون بادبان قایقی در افق‌ها دور و پنهان میشود. آه شاید
عاشقانم نیمه شب گل بروی گور غمناکم نه لیک دیگر پیکر سرد مرا میفشارد خاک دامنگیر خاک بی تو. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد آنجا زیر خاک. افسانه های نام و ننگ فارغ است افسانه های نام و ننگ. با درود دوباره شعر فروغ قربانی عزیزم و سلیمی که بسیار زیبا ساخته بود. یه نکته رو من توی هنرمند رو دیدم واقعا برام ارزشمند بود. یکی مهدی گراهی که بالای سن اونطور که باید و شاید ادای دین کرد و رضا صادقی که سلداتش رو گفت فدای سر جوانایی که به عشق وطنشون جان دادن. این هنرمندا ارزش دارن. اینا فرق میکنن با اینایی که کنسرت میذارن عین خیالشون هم نیست فقط پول، حالا داخل و خارج ایران براشون هم مهم نیست. من خیلی ارزش گذاشتم برای خانم افشار وقتی گوگوش صدا زد گفت ای تو یا من، بعد اووردش روی سن و اونجور تجلیل کرد از جوانای سرزمینش. اینا ارزش دارن. خانم افشار ازدواج کرده بود، همسر متفاوتی هم داشت که اوضاع مالیش هم خیلی توپ بود. خودش هم یکی از اون هنرپیشه‌هاییش که بالاترین دستمزد رو خانم افشار میگیره. ولی با این وجود
شرایط رو نامناسب دید، اومد و امروز در بیرون از کشور، ولی در این حال به یاد هموطنانش هست و به یاد جوانایی که جلوی این استبداد سیاه ایستادن. به اینا باید حرمت گذاشت. اینطور نیست های دکتر سازگارا؟ بله، به هر حال هنرمندا میزبانای تاریخند و در آثار هنریشون زنده و جاوید میمونن. سیاستمدارا میان میرن، مهمانن، و هنرمندانی که از جنس مردم باشن در همه جوامع نقش خیلی مهمی بازی میکنند در هدایت جامعه، به شکل چراغ‌های روشنی در میان. من در خصوص قانون نویسندگان ایران چند روز پیش عرض کردم که اگر روزنامه نگاران رو صدای یک ملت بدانیم، نویسنده ها رو باید وجدان یک ملت بنامیم. و انصافاً باید گفت آقای دکتر نورزاده، قانون نویسندگان ایران که الان سه تن از نویسندگانش و اعضای هیئت مدیرش به حبس 5 سال و 6 سال و 3 سال و نیم محکوم شدن، به درستی واقعا قانون نویسندگان این رسالت وجدان بیدار جامعه بودن رو ادا کرده در 40 سال گذشته. من دست کم هرچی نگاه میکنم، من سراغ ندارم جای دیگه‌ای در دنیا انجمن قلم یا قانون نویسندگان و تشکل نویسندگان این مقدار قربانی داده باشه، این مقدار حبس و زجر و شکنجه و نفی بلد داده باشه و باز هم این گونه استوار ایستاده باشه و به شکل وجدان جامعه در هر حادثه‌ای پا در میدان بگذاره و حرف بزنه. درود واقعا به نویسندگان ما، به قانون نویسندگان ایران، به تمام هنرمندانمون، به تمام اونها که در زمینه موسیقی، سینما، نقاشی، شعر، در همه زمینه‌ها به حق مورد توجه مردمند و این وظیفه خودشون رو به عنوان وجدان بیدار جامعه ادا میکنن و چراغ راهنمایی میشن برای مردمی که الان در ایران در شرایط سختی هم به سر میبرند. آقای دکتر نوریزاده، یعنی ما وارد یک تونلی تاریکی شدیم بعد از آبان ماه، اگر این تعبیر درست باشه، یک فصل جدید شروع شد که امیدواریم انتهای این تونل یک دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و همراه با دنیا و مدرنیته و عصر مدرن جایگزین بشه و مردم ما سر به بالین آسایش بگذارن. ولی خطرات زیادی هم در این مسیر سر راه ملت ایران قرار داره که با هوشیاری باید از اون عبور کنه. و تو این مسیر و این خطرات من فکر میکنم روزنامه نگاران، هنرمندان و گروه های مرجع اجتماعی، روشنفکران نقش خیلی مهمی دارن. یکی به نظر من شما اشاره کردید، خیلی هم به حرف درستیه. این وظیفه‌ای که هنرمندان ما تو این شرایط دارن و چقدر این به اعتقاد من مثلا یک ترانه وقتی وارد میدون میشه چقدر تأثیر میذاره. مسعود درویش یه ترانه خونده بود فوق العاده اثر میذاشت روی آدم، یا این کار تازه داریوش عزیز، اینا تأثیر گذاره، جامعه رو به هیجان میاره، حرکت وادار میکنه. و ما در تمام جنبش های بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان نقش هنر رو دیدیم چه نقش بزرگی بوده. امروز کارهایی که بزرگ خضرایی میکنه، کارهایی که نیستانی ها میکنن در زمینه طراحی، کارهای فوق العاده ای، کارهای حیدری و دوستان دیگرشون، همینطور در همه عرصه ها ما عملا میبینیم یک هنر مقاومت هم به وجود اومد. یه وقتی بود در فلسطین شعر مقاومت بود، موسیقی مقاومت بود، مارسل خلیفه جلسه که میگرفت محمود درویش میمد شعرخونش میشد، مارسل خلیفه مینواخت و بعد 2 تا 3 تا 4 تا خواننده های بزرگ هم اونجا بودن
که میخوندن و این هنر مقاومت روز به روز ارزش و اعتبار بیشتری پیدا میکرد و حالا در ایران ما داریم میبینیم هنر مقاومت داره بیدار میشه، داره زنده میشه. یک سوالی که دارم آقای دکتر سازگارا، در آمریکا که شما هستید این صدای این هنر مقاومت اونجا هم انعکاس رسیده، بازتاب داشته، متوجه هستن، به رسمیت شناختن؟ ببینید اصولا هنرمندان ما در ایران یه مشکل اساسی برای جهانی شدن دارن، اون هم حصار زبان فارسی. یعنی عربا این مشکل رو ندارن، برای اینکه مترجمین توانای عربی به زبانهای غربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه فراوانند و به محض اینکه نوشته‌ای در دنیای عرب متولد میشه به سرعت به زبانهای مختلف دنیا میره، از شعر و داستان بگیرید تا مطالب دیگه و حتی موسیقی و آهنگ، و به سرعت به دنیا منتقل میشه. اسپانیایی زبانها در امریکای لاتین اساسا یکی از چند زبان بزرگ لاتینی دنیاست، به راحتی هزاران مترجم از اسپانیایی به بقیه زبانهای اروپایی و غربی وجود داره. ما شاعران بزرگمون مثل نیما یوشیج، مثل شاملو، مثل شاعران معاصرمون، نویسنده های بزرگمون کمتر شناخته شدن نسبت به مشابهینشون در دنیای عرب یا حتی ترکیه. یعنی واقعا اگر نوبل ادبی به نصیب نویسنده های ترک یا عرب شده، دست کم ما 10 تا نویسنده و شاعرمون رو میتونیم اسم بیاریم که اگر بهتر از اونا نباشن اصلا بدتر نیستن، ولی دنیا نمیشناسشون. برای اینکه مترجمین توانا از فارسی به زبانهای دیگه دنیا خیلی کمه. من امیدوارم این جوانان بزرگ شده در کشورهای غربی که زبانشون، زبان مادریشون در واقع حالا انگلیسی است، فرانسه است یا آلمانی است یا غیره، این نقش رو ایفا کنن. چون زبانی که شما وقتی ترجمه میکنید، زبان میزبان مهمه، یعنی اون زبانی که دارید به اون ترجمه میکنید و این از کسایی برمیاد که زبان مادریشون باشه. امیدوارم این حصار بشکنه. ولی شاید تنها هنری که آقای دکتر بشه گفت الان عالمگیر از ایران، سینما ایران. یعنی درسته ما هنر ملیمون شعره و شعرهای بزرگمون رو دنیا میشناسه، بله مولوی و حافظ و سعدی و دنیا گیرن، هم میشناسنشون، ولی از در حال حاضر ما شعرهای معاصرمون کمتر شناخته شدن، کمتر ترجمه شده و همطور هم سایر هنرها. اون هنری که میشه گفت ما در برایند تولید جهانی فرهنگ در عصر جهانی شدن الان حرفی داریم و درش مشارکت داریم، سینمامونه. سینمای ایران خب جای ویژه‌ای داره. به قول یک منتقدی گفته بود هیچ جشنواره سینمایی در دنیا جدی نیست مگر چند تا فیلم ایرانی توش باشه و سینماگرای ما خب چهره‌های جهانیه. اصغر فرهادی دو بار اسکار برد. فیلمسازای ما مثل مخمل بافا یا آقای فرهادی جوایز، یا کیارستمی جوایز بزرگی مثل جایزه کن و ونیز و غیره بردن، یا جعفر پناهی و غیره. بنابراین سینما میشه گفت در دنیا شناخته شد، در امریکا هم میشناسن و من امیدوارم خانم افشار و یا دیگر سینماگران ما، هنرمندانی که به هر حال بخشی دستی در سینما دارند، در خارج که هستن بتوانند زمینه‌ای بسازند که بیش از گذشته سینمای ما در دنیا جا باز کنه. متأسفانه دکتر، جمهوری اسلامی رو این هنر هم دست گذاشته و دائما سعی میکنه که قالبیش کنه، ایدئولوژیکش کنه، از نفس بندازش، اذیت میکنه سینماگرا رو، هنرمندا رو محرومشون میکنه مثل آقای پناهی یا دیگران، و دائما با اون سانسور ستبری که هست انگولک میکنه. ولی درست به قول آقای چالنگی، مثل گل سنگ که از دل سنگ خارا در میاد، این هنرمندان ما علارغم همه این شرایط تولیداتی رو میکنن که چشم دنیا واقعا خیره میشه و سینما ایران
به هر حال از نظر نه من از خیلی منتقدین هم شنیدم اگر 6 تا 7 تا سینمای مطرح در دنیا اسم بیاریم یکی سینما ایرانه، با وجودی که تولیدش به لحاظ اقتصادی کمه، 6 سالی 60 تا 70 تا فیلم سینمایی توانش که تولید کنه، ولی همین مقدار هم یک مرتبه شما میبینید 5 تا 6 تا فیلم درخشان از توش بیرون میاد که همه جشنواره ها رو فتح میکنه. در صورت فکر میکنم ما اگر بخوایم هنرمندانمون در دنیا آنچنانی که حقشون هست و بایسته و شایستشون هست بیش از پیش شناخته بشن، یه مقدارم باید در واقع نهضت ترجمه رو جدی بگیریم تا به دنیا برگرده و تازه بشناسن که چه میگذره. در صورت همدان که شما میگید هنرمندا بخش مهمی از جامعه هستند که هم به عنوان گروه مرجع و هم تولیداتشون زبان هنر زبانی است که با زبان تحلیل و گفته و نوشته فرق داره، میلیون ها نفر رو قلبشون رو تسخیر میکنه، میتواند به کار ملت ایران بیاد و میتواند که در این گذار خطرناکی که الان پیش روی ما قرار داره یار و مددکار ملت باشه. و انصافا هم تو همین یکی دو ماه گذشته از حوادث آبان به این طرف به درستی شما دست گذاشتید روی کنسرت های موسیقی، روی سینماگران، روی هنرمندان، نویسنده ها که ذکرشون رفت و غیره که نشون دادن کنار ملت ایستادن و خط کشیدن، خط پررنگ کشیدن هنرمندان حکومتی که در این شرایط هم شرم نمی کنند و پشت حکومت نیستند. بنابراین کاملا امیدوارم آنچه که شما میگید بخش از اون راه حلی که قرار بود صحبت بکنیم آقای دکتر همینجاست، یعنی ببینید طبقه تهی دست ما که از زندگی واقعا دست شسته و فداکارانه به میدان میاد و از نثار جانش دریغی نداره، محتاج طبقه متوسطی که بهش بپیوند، محتاج گروه های مختلف اجتماعی است، تشکل های مدنی است، از کارگری و پرستارا و معلما و وکلا و روزنامه نگارا و پزشکان و مهندسین و غیره که به یاریش بیاد و در بین طبقات متوسط جامعه هنرمندا جای ویژه‌ای دارند. هنرمندا می توانند این اتحاد ملی رو کمک بکنن به وجود بیاد. ما بیش از هر چیزی احتیاج به اتحاد الان داریم. قدرت ملت ایران مثل بقیه ملت ها در گروه اتحادشه. این اتحاد نه فقط برای به زیر کشیدن حکومتی که به قول شما در بنبست گیر کرده، یک شکست ایدئولوژیک و تئوریک همه جانبه خورده در عرصه اقتصاد، اجتماع، سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، حتی دین که مدعیش بوده، حکومت یک شکست خورد. هیچ راه حلی هم نداره. نه راه حل سیاسی داره، نه راه حل اقتصادی داره، نه راه حل فرهنگی داره. برای ساده ترین مشکلات جامعه مثل آلودگی آب و هوا و غیره هم راه حل نداره. این رو مردم هم فهمیدن، میدونن. بنابراین در مقابل حکومتی که اون وقت ایدئولوژیک هم هست، اگر دست بزنه به باورهاش وا میره از هم. به همین دلیل هم اون قطار کهنه یه زنگ زده رو روی ریلای فرسوده هی سعی میکنه باز راه ببره ببینه شاید معجزی در بیاد، که هیچ معجزی هم در نمیاد، نه راه حلی در میاد، نه دل کسی رو میبره. و یه ملتی پشت کرده به اون تئوری، به جمهوری اسلامی، به اسلامگرایی ایدئولوژیک انقلابی که نصب العینش بوده و الان تنها ابزاری که داره سرکوب، تنها چیزی که به عقل آقای خامنه‌ای و پسرش و دار و دستشون میرسه این است که سرکوب کنن، سرکوب کنن، سرکوب کنن و فکر میکنن با سرکوب سیستماتیک میتونن بمونن، در حالی که کمی چشمشون رو باز کنن میبینن این مسیر رو همه دیکتاتورها رفتن و با سرکوب سیستماتیک تنها اتفاقی که میفته این است که خشم و ناراحتی مردم افزون میشه و اون انفجارشون پرهزینه تر خواهد شد، اون
پایین کشیدن حکومت خونبارتر خواهد شد. بر صورت در مقابل چنین حکومتی که هیچ راه حلی هم نداره و ازش گذر باید کرد، اصلی ترین، مبرم ترین و مهمترین نکته این اتحاد ملت و باور به این که قدرت مردم هر حکومتی رو پایین خواهد کشید. این اتحاد فقط در بین نیروهای سیاسی نیست، سیاست مداران که بارها بحث کردیم با هم یاد گرفتن گفتگوی دموکراتیک داشته باشن و همدیگر رو تحمل کنن و یک مدل دموکراتیک ارائه کنن کافی نیستن برای این اتحاد. این اتحاد هنرمندان جامعه رو میخواد، روشنفکرها رو میخواد، این اتحاد سازمانهای سنفی رو میخواد، این اتحاد نهادهای مدنی رو میخواد، طبقات بزرگ اجتماعی رو میخواد که به قدرت خودشون باور داشته باشن و این دستهای زنجیر شده در هم میتواند هر حکومتی رو به زیر بکشه و مهمتر از به زیر کشیدن آینده رو شکل بده که کشور دچار دردسر و درگیری داخلی و دو سواله یا خارجی و غیره نشه. وقتمون کوتاه ولی دو سوال عمده است. سوال اول اینه که این دوستانی که به عنوان اصلاح طلب بودن و حالا یه موقعی هم اصلاح طلب جدی بودن، بعد متوجه شدن بعضا سابقه چپ دارن، امروز یه نماد خیلی معروفشون آقای بهزاد نبوی اومده نسخه پیچیده که بریم آقای ناطق نوری رو بیاریم، اینا چقدر جامعه عقبن آقای دکتر سازگارا و تکلیف ما با اینا چیه؟ یکی این دسته، یکی این دسته های بیرونی که یه موقع چریک بودن و یه موقع نمیدونم چپ بودن و غیره بودن و امروز اومدن به نوعی میخوان رژیم جمهوری اسلامی رو توجیه کنن. تکلیف ما با این دو دسته چیه؟ والا ببینید آقای دکتر، من فکر میکنم حالا این دو دسته در واقع یه دستن، یه حرفن، هنوز فکر میکنن رژیم جمهوری اسلامی قابل اصلاح و من نه الان بگم چون فکر کنم بعضی ها عادت دارن یه اتفاقی که میفته تیرو ول کردن بعد میرن هر جا رسید دورش خط میکشن میگه من میخواستم بزنم تو همین هدف. من سالها پیش که در ایران بودم با همین دوستان اصلاح طلب همین بحثو داشتم که روندی که جمهوری اسلامی داره میره دیگه هیچ راه حلی در چارچوب این نظام متصبر نیست و اصلاح طلبی از داخل حکومت شکست خورد. هیچ گریزی نیروهایی که این گونه فکر میکنن ندارن از این که تجزیه میشه، یا باید بیان سمت ملت بیستن یا برن پشت دیکتاتور و خوناشامی مثل خامنه ای و مشتبه خامنه ای و قصابای دورش بیستن. دکتر وقتمون تموم شد، همین رو میخواستم بگی، همین رو میخواستم بگی، تکلیفون با اینو باید روشن کرد. بسیار ازت ممنونم. آقایون برید تو خونه هاتون بشینید، دهنتون رو ببندید، سکوت کنید، بسه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دکتر محسن سازگارای عزیزم، علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.